بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس درود بر شما من استیو بازیل هستم و از شما دعوت می کنم به خبرهای امروز شنبه سوم شهریور ماه 2583 ایرانی 1403 خورشیدی برابر با 24 آگست سال 2024 توجه بفرمایید وزیر امور خارجه جدید ایران میگوید پاسخ جمهوری اسلامی به ترور اسماعیل هنیه در تهران دقیق و حساب شده و با در نظر گرفتن همه ابعاد خواهد بود از سوی دیگر فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا به خاور میانه سفر کرده است عباس عراقچی در مصاحبه که روز شنبه سوم شهریور منتشر شده است مانند سایر مقام های جمهوری اسلامی از انتقام سخن گفت و توضیح داد ما اسیر دام هایی که ممکن است پهن شده باشد نخواهیم شد و این انتقام در زمان مناسب و به شیوه مناسب گرفته می شود و به هیچ وجه تردیدی در اصل آن وجود ندارد ایران اسرائیل را مسئول ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی سابق گروه تروریستی حماس می‌داند. اسرائیل مسئولیت کشته شدن آقای هنیه را بر عهده نگرفته است اما گفته در برابر هر گونه حمله جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش از جمله حزب الله لبنان از خود دفاع خواهد کرد. و اما چند هفته پس از انتشار گزارش هایی به نقل از یک فرمانده ارشد سپاه قدس مبنی بر رد نقش نفوذ در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تروریستی هماس در تهران وزیر اطلاعات نیز این موضوع را تایید کرد اسماعیل خطیب روز شنبه سوم شهریور در یک گفتگوی اختصاصی با وبسایت جماران گفت بر اساس گزارشات و اطلاعی که سپاه پاسداران داده برای عوامل نفوذی در ترور شهید نقشی دیده نشده است او با این حال به گزارشات و بررسی های وزارت اطلاعات ایران در این زمینه هیچ اشاره ای نکرد و تنها گزارش منتصب به سپاه را تایید کرد. چارده مرداد ماه ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به نقل از معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران گفته بود در ترور اسماعیل هنیه در تهران نفوذ مطرح نیست. و اما شرکت متا اعلام کرد تلاش های مشترک از میخوام می میکنم مشکوک گروه هکری وابسته به ایران برای هک کردن حساب های واتساپی چند مقام دولت های فعلی و قبلی آمریکا را شناسایی و خونسا کرده است. این شرکت که مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ است روز جمعه دوم شهریور اعلام کرد این گروه هکری همان گروهی است که ماه گذشته متهم به نفوذ سایبری به ستاد انتخاباتی دانالد ترامپ نامزده حزب جمهوری خواه شده بود. به نوشته یادداشت وبلاگی متا این هکرها احتمالا تلاش کردند به حسابهای واتساپ مقامهای دولتهای جو بایدن و دانالد ترامپ رؤسای جمهور فعلی و پیشین آمریکا نفوذ کنند این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که سه نهاد اطلاعاتی آمریکا در بیانیه مشترک اعلام کردند ایران در پشت حملات اخیر سایبری به ستادهای انتخاباتی در این کشور بوده است و اما فرزانه صادق وزیر جدید راه و شهرسازی ایران میگوید تمام ظرفیت اتوبوسی کشور به سوی مرزها گسیل می شوند تا ایاب و زهاب زائران ایرانی اربعین را با مشکل مواجه نکند خانم صادق که روز جمعه دوم شهری بر ماه با احمد رضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور در مرز شلمچه دیداری کوتاه داشت گفت در این زمینه تفاهمی با وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهوری ایجاد شد او گفت باید خدمات بیشتری به زوار ارائه شود که در سالهای آتی به کمک دولت و مجلس این مسیر تداوم خواهد یافت همزمان داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ایران هم گفته است همزمان با افزایش موج سفرهای بازگشت زائران همه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به منظور خدمات رسانی بهینه بسیج شده است و ما بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط نهادهای حکومتی از تورم مرداد ما ادعا شده که تورم نقطه به نقطه در این ماه همچنان در بالای سی درصد باقی مانده و تنها با شش دهم ده درصد کاهش به سی و یک و دهم ده درصد رسیده است اندک کاهشی که به گفته کارشناسان دلیل اصلی آن کنترل نسبی ریسک های سیاسی کوتاه مدت بوده و نمیتواند ادامه دار باشد روزنامه دنیا اقتصاد در شماره امروز شنبه سوم شهری ماه نوشته است به نظر می رسد که بانک مرکزی برای مهار تورم به چالش های سخت برخورد خواهد کرد به ویژه با توجه به نوسانات ارزی و مشکلات سیاسی این روزنامه تاکید کرده که ریسک های سیاسی همچنان تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور محسوب می شوند و ممکن است در ماه های آینده وضعیت تورمی را تحت تاثیر قرار دهند. و ما گزارش ها در ایران از روند افزایش قیمت طلا، سکه و دلار در هفته گذشته حکایت دارد. به این ترتیب هر مسخال طلای 24 ایار 506 هزار تومان و هر قطعه سکه یک میلیون و 270 هزار تومان گران شده است. دلار هم با نوسان 400 تومانی مواجه بوده است. افزایش قیمت طلا و سکه در بازار ایران با تغییر شدید قیمت طلا در بازار جهانی همگام بوده است. هر اونس طلا در هفته گذشته در بازار جهانی نوسان شدیدی را تجربه کرد و رکوردهای تاریخی قیمت را ثبت کرد بر این اساس اونس طلا در هفته های گذشته 135 دلار گران شد و به قیمت 2509 دلار رسید فعالان بازار طلا هم دلیل اصلی گرانی طلا و سکه در بازار ایران را جهش شدید قیمت طلا در بازار جهانی میدانند و ما رئیس بنیاد ملی گندمکاران میزان خرید گندم را نزدیک به 12 میلیون تن اعلام کرد و گفت که 115 هزار میلیارد تومان معادل 60 درصد از پول گندمکاران هنوز توسط دولت پرداخت نشده است. عطاالله هاشمی به خبرگزاری ایلنا گفته گندمکاران به شدت نیازمند منابع مالی هستند اما دولت تاکنون توجهی به این موضوع نکرده است. این سخنان هاشمی تنها معطوف به کشاورزانی نیست که تازه اقدام به فروش گندم به دولت کردند بلکه به گفته او برخی گندمکاران از چهار ماه و نیم قبل گندم خود را به دولت تحویل دادند اما هنوز پول پولان را دریافت کنند این بیتوجهی دولت در حالی است که فصل کشت گندم در برخی استانها تا چند روز آینده آغاز خواهد شد اما نقدینگی لازم در اختیار کشاورزان نیست از شما دعوت میکنم همچنان با خبرهای امروز همراهی سرشناس سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی، در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت بیمه خواهد بود فقط و فقط یک نام دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99 99. معتبر برا جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاتونی شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818 377 31 818 344 -50, 50 از شبکه جهانی تلویزیون پارس به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818 577 77 59 7 روز هفته 24 ساعته با چند خبر از خارج مرزهای میهنمان خبرهای امروز را پی میگیرم خبرگزاری دولتی سوریه از حمله هوایی اسرائیل به این کشور خبر داده و همزمان گزارشهایی درباره هدف قرار گرفتن انبارهای سوخت و تسلیحات مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی منتشر شده است خبرگزاری دولتی سوریه سانا شامگاه جمعه دوم شهری برگزارش داد که در حمله هوایی اسرائیل به مناطق مرکزی این کشور هفت غیر نظامی زخمی شدند و خساراتی به بار آمد سانا زمان این حمله را ساعت 19:35 دقیقه شامگاه جمعه و مکان آن را نقاطی در منطقه الوستا گزارش کرده است بر اساس تقسیمات اداری سوریه منطقه به بخش‌های مختلف هر استان گفته می‌شود و نام یکی از مناطق استان هومس الوستا است خبرگزاری دولتی سوریه به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده و تنها از قول یک منبع نظامی گفته است برخی موشک‌های اسرائیل رهگیری و سرنگون شدند و اما شبکه الجزیره اعلام کرد که امروز هیئتی از حماس برای گفتگو با مذاکره کنندگان درباره توافق آتش بس و آزادی گروگان های غزه به قاهره می‌رود. دقایقی پس از انتشار این خبر یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه فلسطینی تحت حمایت جمهوری اسلامی امروز هیئتی را به قاهره میفرستد اما آنها در مذاکرات آتشبس غزه و آزادی گروگانها شرکت نخواهند کرد این مقام که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت هیئت با مقامات ارشد اطلاعاتی مصر دیدار خواهد کرد تا در جریان تحولات دور جاری مذاکرات آتشبس غزه قرار گیرد اما این بدان معنا نیست که در مذاکرات شرکت خواهد کرد. بنابر اعلام شبکه ی الجزیره، یک هیئت بلندپایه اسرائیلی این هفته در قاهره و هفته گذشته در دوحه حضور داشتند تا در مورد آخرین پیشنهاد برای توافق با مذاکره کنندگان آمریکایی و مصری گفتگو کنند. اما دولت بایدن اعلام کرد که ایالات متحده حدود 125 میلیون دلار کمک نظامی جدید به اوکراین ارسال می کند. این کمک ها شامل موشک های دفاع هوایی، مهمات برای سامانه های موشکی توبخانه هیمارس، موشک های ضد زد... زد... زره جاولین و تجهیزات ضد پهپاد و جنگ الکترونیک است. این بسته کمکی همچنین شامل مهمات توبخانه 155 میلیمتری و 105 میلیمتری وسایل نقلیه و تجهیزات دیگر می شود این اقدام در حالی صورت می گیرد که نیروهای اوکراینی به گسترش عملیات قافلگیرانه خود در داخل خاک روسیه ادامه می دهند و توانستند حدود 100 کیلومتر مربع از مناطق اطراف کورسک را تصرف کنند و ما انفجار دو خودرو در نزدیک کنیسه‌ای در شهر موته در جنوب فرانسه به زخمی شدن یک افسر پلیس منجر شد پلیس این کشور روز شنبه سوم شهریور اعلام کرد عامل این انفجار احتمالا یک کپسول گاز پنهان شده در یکی از خودروها بوده است بر اساس این گزارش دو خودرو در مقابل کنیسه بیت یعقوب به آتش کشیده شده و همچنین در در یک کنیسه نیز به آتش کشیده شده اما مشخص نیست که این حادثه قبل یا بعد از انفجار رخ داده است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمله ی روز شنبه را یک اقدام تروریستی دانسته و تاکید کرده که فرانسه به شکل متحد با آن مبارزه خواهد کرد او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مبارزه با یهودی ستیزی یک نبرد دائمی و مبارزه یک ملت متحد است و عملیات جستجو برای یافتن مهاجم ناشناسی که در حمله با چاقو به یک جشنواره در شهر زولینگن در غرب آلمان موجب کشته شدن سه تن و زخمی شدن هشت تن دیگر شد همچنان ادامه دارد به گزارش خبرگزاری رویترز پلیس آلمان در بیانیه اعلام کرد هم قربانیان و هم شاهدان حادثه تحت بازجویی هستند و تیم بزرگی معمور عملیات جستجو شدند. بر اساس این اعلامیه حادثه ساعت 9:40 دقیقه جمعه شب رخ داد و زارب با استفاده از چاقو به چندین تن حمله کرد هنوز اطلاعاتی درباره انگیزه احتمالی زارب در دسترس نیست اولاف شولتز صدر ازم آلمان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد مجرم باید به سرعت دستگیر و به اشد مجازات قانونی برسد و ما ایالات متحده به همراه چند کشور اروپایی و آمریکای لاتین تاییدیه دادگاه عالی ونزوئلا مبنی بر پیروزی نیکولاس مادورو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور را رد کردند. دادگاه عالی ونزوئلا روز پنجشنبه اول شهریور نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید و مادورو را برای یک دوره شش ساله دیگر برای سومین بار رئیس جمهور این کشور خواند. حکمی که مادورو آن را تاریخی توصیف کرد. این حکم حکم تایید پس از آن صادر شد که دولت آمریکا ادموندو گونزالس رقیب مادورو را پیروز انتخابات اعلام و از مخالفان در ونزوئلا حمایت کرد علی رغم این تاییدیه واشنگتن که تحریم هایی را نیز علیه رژیم مادورو اعمال کرده از طریق ودانت پاتل سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که این حکم اعتبار ندارد و ما رابرت کندی جونیور نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد کارزار خود را به حال تعلیق در می آورد و از دانالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه حمایت می کند. این عضو خاندان سرشناس کندی این خبر را روز جمعه دوم شهریور اعلام کرد و پس از آن در همایش انتخاباتی ترامپ در ایالت آریزونا شرکت کرد. دانالد ترامپ با تمجید از اقدام رابرت کندی جونیور گفت نامزدی او در انتخابات مسائل مهمی را مطرح کرد که مدتهای طولانی در این کشور نادیده گرفته شده است به نوشته خبرگزاری رویترز تحلیلگران راهبردی میگویند مشخص نیست که حمایت آقای کندی کمک چندانی به دانالد ترامپ که رقابتی تنگاتنگ تنگ تنگ با رقیب دموکرات خود کاملا هریس دارد بکند و اما مردی در ایالت آریزونا که پس از تهدید دانالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شبکه‌های اجتماعی به مرگ تحت تعقیب قرار گرفته بود بازداشت شد. خبرگزاری رویترز روز شنبه سوم شهریور این خبر را به نقل از دفتر پلیس شهر کوچیز در آریزونا گزارش کرده است نام این مرد رانالد لی سیوارد و 66 ساله اعلام شده که دارای چند حکم موفقه قضایی به دلیل ارتکاب به جرایم متعدد از جمله جرایم جنسی است دانالد ترامپ روز پنجشنبه اول شهریور هنگام بازدید از مرز ایالات متحده با مکزیک به عنوان بخشی از مبارزات انتخاباتی خود به شهر کوچیز رفته بود از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید with Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818, 818, 07, 07. Him uh, and his entire team is very professional. Um, he leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case and I would definitely recommend anyone for an injury of, of any kind to, to offer their assistance. Hey, .com. Side medical pharmacy داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سنتامونیکا دوشنبه تا جمعه ده صبح تا پنج بعد از ظهر. تلفن 310 441 1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست سایت مدیکال فارمیسی موجود است. به به هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه یادتون قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه سالم کاملا طبیعی خوشتم تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی امتحان کنین خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور اخس اجازه افک پیش از فروش املاک انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اهم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفون 949-202-7288 خوشبختانه همه چی قانونن درست شد چند خبر دیگر از درون مرسای میهنمان بر اساس گزارش ها از ورود شماری از خانواده های دادخواه و بستگان اعدام شدگان دهه 1360 به محل دفن آنها در گورستان خاوران جلوگیری شد. منصوری بهکیش از خانواده های دادخواه و همچنین شمار دیگری از منابع گزارش دادند که این خانواده ها روز جمعه دوم شهریور به گورستان خاوران در جنوب تهران رفتند اما معمور امنیتی حاضر در محل با بستن در گورستان مانع از ورود آنها شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی خانواده های دادخواه ناچار به گذاشتن گل ها و عکسهای عزیزان خود پشت درهای بسته گورستان شدند. ممانعت از ورود این خانواده ها به خاوران پیش از این نیز بارها تکرار شده و از جمله اردیبهشت بهشت امسال گزارش شد که معموران خواهان کارت ملی خانواده ها شدند. و اما روزنامه خراسان چاپ مشهد در گزارشی نظام آموزشی ایران را غمانگیز دانسته و نوشته 71.4 دهم درصد رشته وزارت علوم و 59.4 دهم درصد رشته وزارت بهداشت بدون تقاضای شغل دولتی است. خراسان در شماره امروز سوم شهری بر ماه خود نوشته است آمارها میگویند 90 درصد دانش آموزان د... دانش آموختگان دانشگاه در مشاغلی غیر مرتبط با رشته تحصیلیشان اشتغال دارند استناد این روزنامه به گزارش 28 مرداد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی است که گفته بود 71.4 درصد در رشته های وزارت علوم و 59.4 دهم درصد رشته های وزارت بهداشت فاقد تقاضای شغل دولتی است بر همین اساس اساس اعلام شده بود که فقط برای 28.6 دهم درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های وزارت علوم تقاضای شغل در مشاغل دولتی وجود دارد و این نسبت در رشته های مسبب وزارت بهداشت 46 دهم درصد است و اما خبرگزاری ایلنا روز شنبه سوم شهریور خبر داد کارگران شرکت پتروشیمی ارغوان گستر در استان ایلام از چهار روز پیش در اعتصاب هستند و نوشت که همزمان با این اعتصاب اعتراض سنفی حدود 100 کارگر بیکار شده ی این واحد وارد 80, 80 دومین روز خود شده است یکی از کارگران این شرکت پتروشیمی به ایلنا گفت کارگران بیکار شده خواستار مشخص شدن وضعیت بازگشت به کار خود هستند اما تا این لحظه مدیریت این واحد پتروشیمی و مسئولان شهرستان در استان ایلان پاسخ مشخصی به خواسته های کارگران ندادند بی توجهی به مطالبه کارگران بیکار شده برای بازگشت به کار در شرایطی است که بر اساس این گزارش چهار تن از کارگران معترض نیز در پی شکایت کارفرما به اتهام اقتشاش به نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی احضار شدند. پنج نهاد حقوقی و حقوق بشری در نامه مشترک به امین رحیمی وزیر دادگستری دولت پزشکیان اقدام قوه قضاییه در احضار مجدد محمد ساده وکیل 76 ساله حقوق بشر برای گذراندن دوران حبس یک ساله را محکوم کردند کمپین حقوق بشر ایران جامعه حقوقی انگلستان و ولز سازمان وکلا برای وکلا مرکز اسناد حقوق بشر ایران و مؤسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلای دادگستری در این نامه خواستار آزادی فوری محمد سیفزاده و پایان دادن به آزار و اذیت نظاممند مدافعان حقوق بشر در ایران شدند. در این نامه جمعی با تاکید بر اینکه محمد سیفزاده که در سه گذشته 13 مرتبه زندانی شده به علت شرایط غیر انسانی دوران زندان دچار عوارض جسمانی و بیماری های متعدد است تصریح شده که این وکیل با سابقه صرفاً به خاطر انجام تعهدات حرفه‌ای و دفاع از حقوق و آزادی های اساسی با فشارهای امنیتی و آزار و اذیت های پیوسته از جمله بازداشت و تعقیب خودسرانه و حبس مواجه بوده است و اما رسانه های حقوق بشری میگویند الهام استادی معلم زبان انگلیسی به دلیل انتشار یک پست اینستاگرامی به یک سال حبس محکوم شده است. شیوار نیوز گزارش داد شعبه دو دادگاه انقلاب زاهدان روز سیوم مرداد این شهروند ساکن ایران شهر را به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس محکوم کرده است. الهام استادی در دوران اعتراضات سال 1401 مطلبی را در اعتراض به تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده بود. به نوشته شیبار نیوز، خانم استادی با وجود اینکه در اعتراضاتی که در زاهدان در واکنش به این حادثه رخ داد در خیابان حضور نداشته با این حکم روبرو شده است. رسانه بیدارزنی نیز اعلام کرد این زن بلوچ علاوه بر حبس در پرونده دیگر به اتهام تشویش اذهان عمومی به جزای نقدی محکوم شده است نیروهای امنیتی سی و مرداد ماه پارسال خانم استادی را در شهر چابهار با خشونت و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از دو روز به زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند او یازدهم شهریور همان سال با قرار وسیقه دویست میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد از توجه و همراهی شما با مجموعه خبری امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پایان دیگر.